اینو من یادمه که برداشتن چیز کردن بله و خودشون میگه نه فرده بنده خدا حالش رو خوب نیست دعا کنیم براش چرا؟ چشیشی شالی پیدا کرده ای بابا کی؟ آقا نصرالله که میمارد فکر از ای بابا خب بس نمازی خب اشالله که از همون هفته آخری که نمازه من زنگ دارم بهش برای یه افوز برد شد خیلی هم به هم بکنم کنم خدا اشالله سلامتی عجب نعمتیه ما این مولوی همش داره میگه شکر کنید هیچ کس نمیدونه من نمیدونم یعنی هر جوری که فکر میکنید شکر کنید آخر سر این حرف منه یعنی چیزی که خودم بهش رسیدم حالا شکر کردن چه استفاده خوبه چه اینکه به زبون بیاریم چه اینکه به عمل ولی واقعا باید شکر کنید من خودم سه شنبه این هفته نمیدونم چی خورده بودم فلان یوهوی مریض شدم باور بفرمایید 12 ساعت تو هتل من بیرون نمیتونستم بیام از اتاقم میگم سلامتی همون هیچی یه چیز کوچولو ما خوردیم بدنت رو از این رو به اون رو میکنه دکتر گیلانی هم نمازای جمعه وارد که میشه تا وقت میره میگه شکر به خدا شکر کنید یعنی این شکر کردن بعد الان تمام این داستانی که ما داریم میخونیم راجع به قوم سبا همه ی حرف این انبیا و اولیا به اینا اینه که شکر کنید شما این همه نعمت دارید شکر کنید حالا این شکر کردن میگم هر کسی با زبون خودش با اون چیزی که خودش میفهمه با اون چیزی که خودش درک میکنه به نظر من این چیزیه که آدم باید خودش بهش برسه هیچ دستورالعملی نداره که ما بخوایم الان به اون دستورالعمل بخوایم اون دستورالعمل رو فالو بکنیم و شاکر خدا باشیم و نعمتاش ولی واقعا همین یه نعمت همین سلامتیه جلسه پیش تا اینجا رو خوندیم که اگه یادتون باشه این صدقوها رو ما خوندیم این صدقوها قسم دادن مولوی به این بود که میگه بابا بپذیرین این انبیا رو بپذیرید این اولیا رو قسمتون میدن و میگه به صداقتشون به این که اینا درست میگن اینو بهش ایمان بیارید یادتون باشه انبیا کسایی هستن که خب ما میشناسیمشون به همون گفته شده هممونم میدونیم کیا بودن ولی اولیا مشکل اونان که ما اولیا رو نمیشناسیم یا باید اولیا شناختنشون و فهمیدن این که اینها کیان اون مشکل مشکل یه ذره بیشتریه یعنی شناخت اونا خیلی کار میبره به هر حال مولوی اگه یادتون باشه یعنی یه حالت امریه حالا امری با حالت خودش دیگه خودش وقتی یه هوی خیلی هم گرم میشه توی یه گفتگویی صدقو رسدن کرامن یا سبا صدقو روحن سباهن من سبا قوم سبا آن رسولان بزرگ را تصدیق کنید و تصدیق کنید آن روحی را که خداوند به کمند عشق خود گرفتار کرده یعنی روحی که به کمند عشق خدا گرفتار شده روح این اولیا و انبیاست
دوباره میگه صدقو هم هم شموسون طالعه یومنوکم من مخاز القارعه. رسولان بزرگوار الهی را به منزله خورشید پرتوگستر هستند، تصدیق کنید تا ایشان شما را از مایه های خاری و رسوایی روز رستاخیز در پناه خود بگیرند. بله، دفعه پیشم صحبت سوره قارعه رو یعنی آقای زاوش برامون گفتن، به همین علت اینو به همچین چیزی تعبیر شده و همه تصدیقش کرد. باز میگه صدقو هم به دورن زارعه قبل ان ظاهرن، بله، قبل ان یلقو کمو به ساهره. میگه دوباره اینا رو تصدیقشون کنید که آنها ماهای تابانند پیش از آن که فرشتگان شما را به عرصه قیامت افکنند، یعنی دوباره بیارنتون و ازتون باز و خواستی بکنند. و آخرش هم میگه صدقو هم مسابی و دو جا اکرمو هم مفاتیح و رجا. میگه اینا رو تصدیق کنید که اینا چراغ های ظلمات و تاریکی هستند و اینا رو گرامی بدارید که ایشان کلیدهای امیدن. تا الان مولوی خیلی به ما کمک کرده بفهمیم صدقو، یعنی این کمک کرده بفهمیم این اولیا کیا هستن، اینو خیلی کمکمون کرده، نشونه داده، داستان گفته. بعدش هم یه طرفی هم ماهام باید، یعنی بهمونم گفته چشامون خوب نمیبینه، ما باید چشامون رو خوب بکنیم که بتونیم اینا رو بفهمیم و دیستینگویششون بکنیم و بتونن چیز کنن. حتی بعدش هم ما اینجا فکر کنم دفعه پیش نگه داشتیم و بعد رفتیم سراغ اون غزل که خوندیم. درست میگم یا اشتباه میکنم؟ سر اینجا ما نگه داشتیم. حالا دیگه خانم کسایی هم برگشتن از ایران، دیگه ما خیلی تون میتونیم الان پیش بریم. پرسیدن از من چقدر شما از وقتی که من رفتم خوندین، گفتم حالا کوینسیدنت دیگه، یعنی تصادفاً ما همش 3-4 تا داستانو بیشتر نخوندیم. یه جلسه هم که هفت سین رو حرف زدیم. خلاصه آره، خب از الان دیگه وقتونه. خب معنیه حزم و مثال مرد حاضر. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، بعد دو هفته پیش میگم حیف شد نیومدن ایشون امروز. یه سوالی کردن یکی از دوستا که حالا چه اصراریه مردم دوست دارن بفهمن اون طرف چه خبره، مگه ما قرار نیست بعدش برامون همه اینا آشکار بشه؟ یادم بعدش هم با آقای زاوش کماجوش صحبت کردیم و فلان، و این سوال خلاصه تو ذهن من بود و کلن ویراج میرفت واسه این دو هفته و اینا. آخرتا من به جوابی که رسیدم اینه، راسته، هر کی دوست داره میتونه وایسه بعدم بفهم. من هم دارم که سورپرایز یاد دوست دارم میتونیم بهتر کنیم. آره دیگه، میتونم سورپرایز شن. یه دم میگن نه، شاید یه سری چیزها هست که ما بتونیم اینجا، همه صحبت به کمال رسیدنه و چجوری ما بتونیم به کمال برسیم. حالا کمال رو همه هر کسی یه جوری معنی کرده یا هر کسی یه جوری بهش باور داره. بعضی ها کمال رسیدن و زاهد بودن و زهد و گوشه‌گیری از خلق و این چیزا میدونن، بعضیا کمال رسیدن و وسعت عمرشون رو میدونن که چقدر اینا بتونن به خلق کمک کنن یا به دور و بریاشون کمک کنن. بعضیا کمال رسیدن رو به این میدونن که آزارشون به کسی نرسه یا موقع کسی دیگر رو بر ندارن ناراحت بکنن. هر کسی یه جوری اینو میبینه، مجموع همه ایناست. ولی دقت یعنی میگم قوم و قشری، اگه نگاه بکنید قومی و قشری ملت، هر کسی یه باوری داره.
برای مثال بعضی کمال رسیدن رو به این میدونن که من هر شب نماز شب بخونم. یکم مثلا میگه 5000 گلده دارم اونو به 10000 برسونم به خلق کمک کردم. به خلق کمک کردم. یعنی ببینید هر کسی یک جوری میبینه اینو. به هر حال باز بر میگردیم اینا، میگم یه حالت اکوسیستمه اگه قرار همه رو بغل هم بذاریم. یکی از ارکانش اینه که ما میزانمون چیه و میزانمون چقدر کار میکنه. این ترازویی که ما قراره داشته باشیم، این ترازوه how does it work؟ آیا ترازومون درسته، ملاکش درسته، یا اینکه ترازومون اشتباهه؟ اگه اشتباه باشه که وای به حالمون، اگر ملاکش درسته پس جلو بریم. این جوری که ما داریم فعلا یاد میگیریم و دستورالعملی که داریم میگیریم، این ملاک‌ها رو داره مولوی یکی یکی میذاره بغل هم برای ما. حالا معنی حزم و مرده و مثال مرد حازم. حزم هم گفتیم یعنی دوراندیشی. میگه یا به حال اولینان بنگرید یا سوی آخر به حزمی در پرید. میگه میبینید من نصیحتم به شما اینه، یا کسایی که قبل از شما اومدن یه ذره راجبشون تفحص و تجسس بکنید ببینید که چجوری زندگی کردن، یا اینکه نگاه کنید آخر عاقبت کار خودتون به کجا میخواد برسه. حزم چه بد در دو تدبیر احتیاط. تعریف میکنه میگه دوراندیشی چیه، یعنی دو تا کار رو شما دارید نسبت بهش احتیاط کنید. حتی اینجا احتیاط یعنی بسنجینشون. از دوان گیری که دور است از خوبات. از این دوتا یک کدومش رو بگیری و قبولش کنی که اشتباهش کمتره. خوبات یعنی اشتباه. آن یکی گوید در این ره هفت روز نیست آب و هست ریگ پایسوز. مثال میزنه، یکی میاد به شما میگه تو این هفت روزی که قرار شما برید حالا هر جایی میخواید تشریف ببرید اینجا آب نیست سلام و همه جا پاتون میسوزه اگه بخواید راه برید. آن دیگر گوید دروغ است این بران که به هر شب چشمه ای بینی روان. یکی دیگه میاد بهش میگه که نه اصلا برو هر شبم برات یه چشمه آب زلال هستش. حالا یکی اینو میگه یکی اونو میگه. حالا صحبت سر میزان و سنجش ماست دیگه. حزم آن باشد که برگیری تو آب تا رهی از ترس و باشی بر ثواب. میگه دوراندیشی اینه که تو آب با خودت ببری تا اینکه ترس نداشته باشی و بتونی به اون عمل خیری که هم که میخوای برسی یا بتونی بهش دست پیدا کنی. حالا یه میزان اینجا دیگه، یعنی اگه ما قرار احتیاط کنیم، احتیاط جوری بکنیم که شاید باعث ترسمون نشه یا باعث احتیاط بعدن نشه. درسته. ما نمیدونیم که چه خبره، ولی اگر از اینجا به هر حال کارتون بکنیم اگرم یا نه خبری بود که خب بود، ما کارو خوب کردیم. آره. حرفتون درسته. اتفاقا جالبه یه چیزی، این حرفی که تو دارید میزنید جوری دیگه هم که من داشتم بهش فکر میکردم، اینه که اگر ما کار خوبی انجام میدیم کار خوب به ما هم خوبی میرسونه. یعنی حتی فیزیولوژی میگن یه انزایمی هست سروتونین بهش میگن. سروتونین چیزیه که خیلی ببخشید مثلا روانشناسا یا دکترای که روان پزشکن اینا سروتونین رو تجویز میکنن که ملت چیز کنن. ولی سروتونین یه انزایمیه، شما یه کار خوب برای کسی دیگه بکنید این انزایم اتوماتیکلی براتون، همون کسی که انجام میده، همون کسی که دریافت میکنه سروتونین میگیره. جسمن بله 100%. زمانی که آدم ورزش میکنه درست میگه حالت خوب
درست می اتفاقا اون که ورزش میکنه آدم اون وقت یه انزایم دیگه است، دوپامین بهش میگن. یه دفعه راجع دوپامین اینجا ما هم حرف زدیم که شما همش هی میخواین این دوپامین، خیلی ادیکتیو هم هست. آدم بعضی موقع ها بعضیا بهش اعتیاد پیدا میکنن. اعتیاد هم آدمایی که یهو میبینی یه نفر همش مثلا روزی 7 ساعت ورزش میکنه، 6 ساعت ورزش میکنه، اینا دیگه لایف دیگه ای هم ندارن. حالا یه عده کارشون، یه عده یهویی از خانواده و زندگی دیگه میگذرن به خاطر اینکه اون دوپامینه رو میخوان. حتی بگذاریم الان چیزی دیگه هم که تو ساینس میگن، میگن مثلا این سلفون هامون، این چیزایی که برای ما میرسه، الرت هایی که میگیریم روی تلفون هامون، اینا هم دوپامینه. تکست مسیج شما میگیم یه دینگی میکنه، میگه تکست گرفتی، اینا دوپامینه، اینا ادیکشن به دوپامینه و آدم خوشش میاد از این مسئله. همه دستشونه، همینه، واقعا همینه. الان یعنی واقعا اینه که میگید، من یه سری الرت های تلفن خودم خاموش کردم به علت اینکه میبینم مشکله، اصلا به زندگیش آدم نمیرسه اگه تمومی نداره. خب پس حزم آن است که حزم آن باشد که برگیری تو آب تا رهی از ترس و باشی بر ثواب، گر بود در راه آب این را بریز، ور نباشد وای بر مرد ستیز. اگه آب بود، این آبی که با خود بردی بریز، یه آب دیگه ای بردار، اون حالا مزهش بهتر باشه، نمیدونم خنک‌تر باشه، هر جوری باشه. اگر هم آب نبود، میگه وای بر اون مرد ستیز. مرد ستیز اینجا اون کسی که با تو بحث کرده و جنگ کرده نسبت به اینکه احتیاط کنی. ای خلیفه زادگان دادی کنید، حزم بهر روز میعادی کنید. اینجا دفعه پیش پس ما این تیکر رو یادم خوندیم که گفتیم خلیفه زادگان میشه ماها، بچه های آدم، خلیفت الله در روی زمین. و میگه شماها بیاید و یه کار خوب بکنید، یه کار جاستی انجام بدید و حزم بهر روز میعادی کنید و احتیاط کنید برای روزی که میدونید دوباره قرار ملحق بشید به اون چیزی که ازش اومدید. آن عدویی که از پدرتان کین کشید، سوی زندانش زعلیین کشید. آن عدوی اینجا میشه شیطان. میگه اون که اومد باباتونو، به قول عامیانه بگم پدر باباتونو در آورد، این شیطان میگم اومد آدمو از چیز آورد بیرو، بابا کارشو بلده. آن عدوی که از پدرتان کین کشید، سوی زندانش زعلیین کشید. آوردش از بهشت اینو توی زندان، توی جایی که بهشت نبود دیگه. علیین یعنی میشه بهشت. آن شه شطرنج دل را مات کرد، از بهشتش سخره آفات کرد. این میگه اگه این بازی شطرنج، میدونید که شاه و کیش رو مات میکنن، میگه این شاه شطرنج رو برداشت مات کرد، کیش ماتش کرد و از بهشتش سخره آفات کرد و اومد اینو از بهشت. اینجا یه جاییه که همه چیش خوبه، همه چیش، چیز بدی توش نیست اصلا. یعنی اگه بخوایم بهشت رو توصیف بکنیم، بدی توش نیست، درسته؟ سخره یه جاییه که بازیچه چیز میشه، صحبت اینجا چیز مکانی داره، یعنی اون جایی که میتونه اتفاقها بیفته و اتفاقهای عدش خوبه، عدش خوب نیست. میگه تو یه جایی که امکان اتفاق بد نداشت، و حالا البته یه چیز میشه، یه بحثی هم اینجا میشه که اگه اتفاق امکان اتفاق بد تو بهش نیست، چرا آدم اتفاق بد براش افتاد، یا چرا آدم اومد بیرون از اونجا. ولی اینجا حالا راجب وارد اون بحث نشیم. میگه از یه جایی که همه چیش خوب بود، اومد و اوورد یه جایی که همه چی 50-50 بیسیکلی، 50-50 است، یه اتفاق خوب میفته، اتفاق بد.
چند جا بندش گرفتن در نبرد، تا به کشتی در فکندش روی زر. روی زر میگه این بابای شما رو این چیز یه دفعه قرار دو سه دفعه سعی کرد باهاش کشتی گرفت، یعنی همینجوری هم نبود که آدم این گفت بیا این کارو انجام بده، حالا سیبی بوده خورده، حالا هر چیزی که اعتقادها هست که بعد از بهشت اومد پایین. دو سه دفعه سعی کرد، بعد آخر سر چیکار کرد؟ زدش زمین دیگه، با صورت هم زدش زمین. این چنین کرده است با آن پهلوان. آدمو اینجا به ریفر میکنه پهلوان. حالا پهلوانی یه چیز عظیمیه تو تو شاهنامه فردوسی. مولوی از پهلوانی زیاد صحبتی نمیکنه. مولوی به عنوان عرفان عاشقانه فکر نمیکنم زیاد صحبت چیز حماسی و پهلوانی و تاله برای ما نکرده، ولی خب بالاخره اینجا نشونه آدمیه که قدرتی داره، عظمتی داره. میگه این چنین کرده است با آن پهلوان، سست سستش من گریده ای دیگران. میگه اون آدم آدم پهلوانی بود، قادر بود، شیطون باش اینجوری کرد. شماها اینو دست کم نگیرینش. خب مادر و بابای ما را آن حسود، تاج و پیرایه به چالاکی رو بود. دوباره صحبت پدر و مادر ما رو میکنه، میگه مادر و بابای ما را در آورد، پدرشون رو در آورد. چرا؟ تمام اون زر و زیوری که داشتن ازشون گرفت. کردشان آنجا برهنه زار و خار، سالها بگریست آدم زار زار. این اومد اینا رو برداشت، از اون عافیتی که داشتن ازشون گرفت. چون برهنگی صحبت فقط برهنگی لباسی نیست، یه عافیتی داشتن، یه حفاظی داشتن، در پناهی بودن. میگه اینا ازشون همه رو گرفت، پس قدرتی داره. کردشان آنجا برهنه زار و خار، سالها بگریست آدم زار زار. یه روایت میگن آدم نزدیک 100,000 سال گریه کرد، یا یه همچین چیز، یعنی مدت طولانی آدم گریه کرد، که میگن اصلا چشمه‌ای به خاطر یا گیاها به خاطرش رویدن. این بیت بعدی البته اینو میگه که ز اشک چشمه او رویید نبت، نبت یعنی گیاه، که چرا اندر جریده لاست سبت. اینجا اندر جریده لاست سبت، جریده یعنی به حالت این که میگفتن اسمتو مینویسن تو چیز مدیر، یا ایران مثلا اسم رو تخت سیاه مینوشتن اگه شلوغ میکردین. بله خلاصه اسمتو بالاخره یه جا مینویسن. اینجا اینه که میگه که این اسم اینو تو لیست لاست، لاست یعنی لاک یعنی نه، یا منفورین، یا کسایی که کار خطا کردند. این اصلا ناراحت بود که چرا اسمش رفت توی یه همچین لیستی، کار خطا کرد. وکیلش خوب بوده، گفته ببین اگه میخوای چی رو اصلا تو جایز الخطایی، راحت باش. چی؟ حتمی و خطاست. بعد تو قیاسی گیر طراریش را. میگه اگه من حالا همه اینا رو گفتم، تنها دلیلم این بود که میخوام بهت قدرت دو تا مسئله است. یکی اینکه میخواد بگه این اگه قرار باشه فریب بخوریم، کسی که میخواد فریبت بده قدرتی داره، بلده. خب یه حرف دیگه هم که داره میزنه، میگه ما چقدر اثر پذیریم. یعنی اینجا داره یه جورایی vulnerability یا این
نمیدونم فارسیش چی میشه. vulnerable. ضربه پذیری ما رو. vulnerable. ضربه پذیری ما رو داره اینجا نشون میده. میگه ببین در مقابل چه آدمایی وایسادی یا در مقابل چیا هستی من دارم بهت اینو میگم. بعد ببینید این یه جوری دیگه از اول این مثنوی تا الان یه چیزیو که مولوی راجبش اصلا باهاش دشمنه نفسه دیگه. آخرش برمیگرده به نفس خودمون که این نفس ما داره با ما چی کارا میکنه. تو قیاسی گیر تراریش را که چنین سرور کند زوریش را. ببخشید اشتباه خوندم. تو قیاسی گیر تراریش را، بدون که مقایسه کن این هیلگری اینو که چنان سرور کند زوریش را. ببین یه همچین آدمی مثل آدم و این چجوری اینجا ریش محاسنه که همچین اون موقع ها محاسن کسی اگه میتراشیدن آدم گناهکاری بوده یا زندان اگه میافتاده کسی یا چیز و اینه. یکی از کارهایی که میکردن محاسن رو میتراشیدن. محاسن داشتن جزء اصلا چیز بوده، همه اینا بالاخره یه اعتباری داشتن. حالا بگذاریم این روزا همه چی فرق کرده، میگم تو این دور زمان الانه محاسن داشتن بالاخره اعتبارش افتاده. ولی میگه ببین ریشش چجوری کندن. الحذر ای گل پرستان از شرش، تیغ لاحولی زنیدن در سرش. اینجا میگه گل پرستان ماهایی، میگه ببین مواظب باشید از دشمنی این، از بدی این بپرهیزید. الحذر ای گل پرستان از شرش، تیغ لاحولی زنیدن در سرش. این لاحولی یعنی لا حول ولا قوت الا بالله. میگه تا اونجایی که میتونی از خودتون و از خدا مدد بخواین که اینو بتونید شرش رو کم کنید، کمش کنید، ببندینش. کو همی بیند شما را از کمین که شما او را نمیبینید. میگه اون پنهانه، مخفیه، ولی اون شما رو میبینه، شما نمیبینیدش. دائما صیاد ریزد دانه ها، دانه ها باشد و باش دانه ها دانه پیدا باشد و پنهان دغا. میگه ببین صیاد کسی که میخواد مرغ صید کنه یا پرنده بگیره این دونه ها رو میندازه، دونه رو میبینه مرغ، ولی این مکر و فریب این صیاد رو نمیبینه. هر کجا دانه بدیدی الحذر، تا نبندد دام بر تو بال و پر. میگه جایی دونه دیدی، دونه اینجا دوست چیزاییه که ما دوست داریم، صحبت دانه رو داره میکنه. پرنده چی دوست داره؟ دانه رو دوست داره، دوست داره طعامی لذتی میبره. میگه هر کجا دانه بدیدی الحذر، مواظب باش. اینجا صحبت مرد حازم آخر سر داره اینو برای ما بازترش میکنه که از اینکه دوراندیش باش، میگه فکر کن این دونه ای که جلوی منه الان به چه دردم میخوره، چی کارم میکنه، چجوری میتونه این آیا منو قراره فریب بده نده. یه اندیشه‌ای بکن، یه میزانی بکن. هر کجا دانه بدیدی الحذر، تا نبندد دام بر تو بال و پر. به خاطر اینکه این دانه تو رو میتونه به یه دامی بندازه که بال و پر تو ببنده. وقتی بال و پرت هم بسته بشه پرواز نمیتونی بکنی. مولوی همه سعیش برای ما اینه که این بال و پرمون رو پیدا کنیم، بتونیم باهاش کار بکنیم که بتونیم پرواز کنیم. حتی یه جایی میگه که مواظب باشیم بعضی کارا مثل گلی میمونه که به بال این دیگه نمیتونه، دیگه نمیتونه، سنگین میشه. من عادت دارم یه